به نام خدا، خوش اومدیم به این ویدیو. شاید خیلی از شما تا حالا با بازی پنج شب در کنار فردی و همون فنف آشنایی داشته باشید و همیشه واسهتون سوال باشه که مگه این بازی چی داره که اینقدر داستانش مورد توجه قرار گرفته و اینقدر داستان خفنی مگه داره؟ مثلا داستانش چیه؟ تاریخچه فنف چیه؟ تو این ویدیو و تئوری های زیادی دربارش وجود داره، چون خود اسکات کاوتن واسه اینکه لو نره بازی خودش نیومده داستان واقعی و خودش توضیح بده. پس خیلی ها شروع کردم به ساختن تئوری های مختلف. من یکی از بهترین تئوری ها رو انتخاب کردم که واسهتون توضیحش بدم که قشنگ بفهمید قضیه و تاریخچه فنف از کجا شروع میشه. خیلی خوب، بریم. اول از همه تو سال 1979 فردبر فامیلی دینر اول ساخته شد توسط کی؟ هنری و ویلیام افتن، یا همون مرد بنفش. اینجا هم فرد دورانه. سال 1979 تأسیس شد. اولین قربانی تو سال 1980 پیش اومد قضیهش، که فکر کنم بچه هنری بود. سال 1982 بعد از اون اتفاق اون قربانیه، تو سال 1980 رستوران رو تعطیل میکنن، تهش رو تخته میکنن و دوباره بعدش سال 1982 دوباره باز میشه و فرد به فهمیدینه دوم بود و تو اونجا یه اختراع جدیدی ویلیام افتن انجام داد که اسمش چی بود؟ اسمش گذاشته بود لباس اسپرینگ لاک. اسپرینگ لاک در واقع یه جور قفله، بخوام فارسی بگم قفل بهاری، که توش وقتی که مثلا آدم و کارگری نداشتن، کارمندا نبودن، در غیاب کارمندا از ربات استفاده میکردن و بعد وقتی کارمندا میومدن اون اسپرینگ لاک رو میبستن تا کارمندا بتونن واردش بشن، همونجوری که تو اینجا مشاهده میکنید. مثلا فردبر خودش وقتی اسپرینگ لاک رو باز میکنن، ربات میاد اینجا و تکون میده روسک رو، بعد میبندن اونجا، پیچش رو میبندن تا آدم بتونه بره توش. سال 1983 برنامه تلویزیون فردبر و دوستان شروع شده بود. سال 1983 تجربه رمننت پیش اومد. رمننت در واقع تا اونجایی که من اطلاع دارم چیزی بود که مرد بنفش اختراع کرده بود که ارواح رو که مرده بودن، ارواح مثلا بچه ها یا چیزایی که مرده بودن رو برگردونه و این تجربهش بود. سال 1983 سال 1983 سیرکس بیبی پیتزا ورد ساخته شد و تأسیس شد که توش میبینید یه بیبی و فانتاین فاکسی، فانتاین فردی، بانی دستکشی و بالورا هست. اسم فکر نمیدن اسم بیشتر بگم. سال 1983 قضیه اسکوپر پیش اومد که دختر هنری، نه دختر ویلیام، الیزابت توسط بیبی بلعیده شد، یعنی اسکوپ شد به خاطر اون قضیه بستنی. و اگه توی فنف 5 تالا بازی کرده باشید، این صداهای بچه رو میشنوید که میگه پدر بذار من برم، پدر من میخوام فلان فلان، صدای همینه، صدای ارواحشه. بیبی الان اونو داره و اینجا هم چارلی رو میبینیم، بچه که تو فنف بره. گاز سال 1983 یا همون گاز 83 تو سال 1983 توسط فرد به اتفاق افتاد. اینو تو فنف 4 فکر کنم دیگه هممون تقریبا دیده باشیم. این پسری که اینجا این ماسک فاکسی زده در واقع پسر مرد بنفشه. اون بچه‌ای که تو دهن فردبر جای داره اونم بچه مرد بنفشه. این دوتا با هم که برادرن. بس اسم این بچه من فکر کنم چارلیه، اون بچه که الان تو دهن خرس است فردبر، و این بچه‌ای که اینجا است و نقاب ماسک داره خیلی میگن که مایکله. و مایکل اینجا داشته با رفیقاش همونجوری که میبینید شوخی میکردن و خبر نداشتن که انقدر تیز دندونای فردبر. کله بچه رو گذاشته بودن تو دهن فردبر واسه شوخی، اما یهو فردبر چون مثلا اینجا آواز میخونه مثلا اب 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 مثلا تکون میده دهنشو بس و سر این بچه گاز گرفته شد توسط فردبر. گاز 83. سال 1985 از همدیگه پاشیده شد فازبر اینترتینمنت و فکر کنم بیشتر به خاطر این بودش که هندی قبول نمیکرد چیزای اختراعاتی که ویلیام افتن درست میکرد رو، فکر کنم قضیهش این بود. سال 1985 فردی فازبر پیتزاریای اول ساخته شد با حضور اسپرینگ بانی رو میبینید دیگه خودتون، و گلدن فردی اینجا هست بکنم یا فرد بره. بله گلدن فردیه. گلدن فردی در واقع ورژن دوم فرد بره، پس یکی نیستن دو نفر. سال 1985 مرد تلفنی استخدام شد
سال 1986 نوارهای فنفسه ضبط شدن. سال 1986 اسپرینگ لاک موفق نشد که خوب کار کنه. چرا؟ اسپرینگ لاک در واقع همون که دوش که بهتون توضیح دادم، وقتی آدم ها میرفتن توش قطعه های ربات خیلی تیز بودن و این یه اسپرینگ لاک، لباس اسپرینگ لاک یه نقطه ضعف داشت. اونم این بودش که توی جاهایی که نمدار بود وقتی خیس میشد عکار میافتاد و باعث شد که اون تیکه های تیز ربات بره تو بدن کارمندایی که اون تو بودن و میدونی که چشمش نگاه کنید زده بیرون. اینم ارواحی که از توش در اومده، ارواح همون کارمندا، شادو فردی و شادو نمیدونم چی اسپرینگ بانی که تو فکرم نمیبینیش. آه نه، این چیزه همونی که اسم خیلی عجیب غریبی داره، فنف ورلد هم هست بهش میگن سایه بانی. و اینکه یه قضیه هم بود، اوله نمدار که میشه از کار میفته، این خوب کار نمیکنه و باعث شد که کارمندا بمیرن توش اسپرینگ لاک. سال 1986 حادثه گم شدن بچه ها رخ داد، همون 5 تا بچه میبینید دیگه مرد بنفش پشت اون نقابه. سال 1986 بله همون سال Give gifts, give life. فکر کنم این قضیه به پاپت رب داره که اونا رو توی اون عروسک ها گذاشت و اونا رو به این دنیا یه جورایی میشه گفت برگردوند. فنف سیستر لوکیشن سال 1986 اتفاق میفته. این کسی که داره وارد میشه مایکل افتن که اونجا به عنوان نگهبان استخدام شد. سال 1987 انارد وارد او شد. این همون مایکل افتنه که انارد وارد شد. انارد در واقع ترکیبی از همه عروس اسباب بازی و عروس انیماتورانیک های چیزه، سیستر لوکیشن، مکان خواهره، سیرکس بیبی، منظورمه مکان سیرکس بیبی. سال 1987 فردی فازبر پیتزاریای 2 ساخته شد. و یه چیزی هم باید بهتون بگم، قبلا فکر کنم بهتون گفتم فنف 2 داستانش قدیمی تر از فنف 1ه. حالا بهتون نشون میدم. اینجا رو میبینید این قضیه عروسکای فنف 2 رو اینجا مشاهده میکنید. فنف 2 تو سال 1987 اتفاق افتاد. میبینید این نگهبان شبه که چیز ماسک رو به خودش زده، ماسک فردیو، اینم بانی خراب شده است. الان میگید خب بانی خراب شده که عروسکیه از کجا میاد؟ فنف 1 پس کش بهتون میگم. الان فریتز اسمیت استخدام شد تو سال 1987. این شخص فریتز اسمیت هست فکر کنم. این هم که این مرد بنفش دوم یا مایکله که میبینید تو بدنش انارد رفته اگه سیستر لوکیشن رو بازی کرده باشید. وای خدا. گاز 1987 یا گاز 87 تو اینجا مانگل یعم که حالا اینجا مانگل نشون میده، بعضی میگن فاکسی ولی نفکرم مانگل باشه واقعا. مانگل در طول روز فکر کنم یکی از کارمندا یا یکی از بچه‌ها رو گاز میگیره، قسمت جلوی سرش اون شخص از دست میده ولی بازم زنده میمونه و میتونه زندگی کنه. اون شخص کسی نبود جز کی؟ بله نگهبان شب. اینجا نمیشه الان نگهبان شب هستش. و سال این فکر کنم واسه اون آشنا باشه. سال 1990 فردی فازبر پیتزاریای سوم ساخته شد. اینا عروسک های فنف 1 هستن و اگه به پولی که بهمون میدن تو فنف 1 دقت کنید، در واقع پولی که تو سال دوربرای دهه 90 میدادن، دهه 90 میلادی. 1993 مرد تلفنی میمیره. بله فنف 4 تو سال 1993 اتفاق میفته و در واقع کابوس مایکل افتنه که درباره برادرش میبینه که برادرش رو چون کشته بود. و یه چیزی، شادو رو که میشناسی توی فنف 4 کلا سیه خیس خیلی کاملا سیاه، اون در واقع روح اون بچه کوچولو چارلیه. اون بچه در واقع به اون روح تبدیل شده و به تبدیل شده به کابوس و میاد به ذهن مایکل و مایکل اذیت میکرد تو اون چند شب. فنف 4 یکی از سخت ترین ها شد. فنف 1 تو سال 1993 اتفاق میفته و ما توش مایکل هستیم، نگهبان شب هستیم. میبینید سال 1994 ویلیام افتن میمیره. چجوری میمیره؟ اون 5 تا بچه به تعقیب مایکل، نه ویلیام افتن میپردازن یا همون مرد بنفش. مرد بنفش میرسه به اتاق نمدار و نه به نم اون اتاق توجه نمیکنه، فکر کنه یادش میره. خود فکر کن شما بچه 5 تا بویی که به قتل رسوندیشون میره دنبالتون، شما این کار میکنید دیگه، توجه نمیکنه و میره اون تو و یه لباس قدیمی اسپرینگ بانی رو پیدا میکنه
و اون لباس هم اسپرینگ لاک داشته و اونتا اسپرینگ لاکشو بعد میاد سری میبنده اسپرینگ لاک و میره تو لباس قایم میشه. اما قبل از اینکه بخواد کاری کنه اونجا چون نمدار بوده یه ذره دو سه تا قطره از سقف میزنه به اون لباسش و لباسشون اونجا مونده بوده مدتی و خراب شده بوده، اسپرینگ لاک باز میشه و تیغ بخش ربات میاد تو بدن ویلیام افتن و ویلیام افتن تو همون بدن توی اسپرینگ بانی میمونه و اسپرینگ بانی توش پر خون میشه و میگنده و کلن و اول زرد رنگ بوده و بعد کم کم رنگش از سبز به سبز متمایل میشه چون و چروک میشه چون که خون توش جریان داشته. شما بیایید مثلا یه دستمال وردار توش خون مالی کنیدش و بذاریدش کنار خوش میشه کم کم و پوسیده میشه چون خون وسط دستمال که چیز نیست متمایل نداره. همون اتفاق برای لباس اسپرینگ بانی افتاد و کم کم و به خاطر همون قضیه هم اسم اسپرینگ ترپ رو بهش دادن، یعنی تله بهاری، چون یه تله بود برای ویلیام افتن. سال 2023 فازبر فرایت ساخته شد. فازبر فرایت رستوران فنفسه هستش. 2023 هنری استخدام شد توسط این شخصی که اینجا رو تأسیس کرده. سال 2023 دوباره اسپرینگ ترپ کشف شد. ببینید فنفسه تو سال 2023 اتفاق میفته و ما در نقش هنری هستیم و اینا همشون کابوس هنری هستن که به یادش موندن هنوز و فقط اسپرینگ ترپ واقعیه. و چرا اسپرینگ ترپ میاد دنبال هنری؟ چون از قدیم مثلا با هم دیگه دوست بودن و بعد به خاطر مشکلاتی با هم دیگه دشمن شدن، به خاطر همون قضیه است. 2024 لفتی ساخته شد توسط هنری فکر کنم. 2024 سیرکس بیبی و انارد از هم دیگه جدا شدن، یا بهتر بخوام بگم سیرکس بیبی از انارد جدا شد. انارد در واقع ترکیب همشونه. 2024 اسپرینگ ترپ فروخته شد. 2026 پاپت رو فهمیدن که توی لفتی قایم شده بوده، پاپت گرفته شد، موتش رو گرفتن. سال 2026 فردی فازبرز پیزاریا شماره 4 ساخته شد که توسط هنری تأسیس شد با عروسک‌های جدید راکستار فردی مثلا. 2026 مایکل افتن استخدام شد. FFPS یا فردی فازبر پیزاریا سیمولیتر یا فنف 6 سال 2026 اتفاق میفته و تو همون سال 2026 جهنم افتن یا همون فنف UCN Ultimate Custom Night اتفاق میفته و شادترین روز 2026 و همشون دور هم جمع میشه. داستان غم انگیز بود یه جورایی و داستان شگفت انگیزی هم بود همچنین. و این بود تمام تایملاین کامل فنف که اینو یه کاربر توی ردیت گذاشته بود، اسمش الان نمیدونم. و اینکه بله اگه تئوری جدیدی پیدا کردم به این ویدیو اضافه میکنم. خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدید، لایک و نظر اشتراک فراموش نشه. تو نظرات حتما بهم بگین که نظرتون در این باره چیه و اینکه شما این تایملاین رو قبول دارین یا نه همچین تئوریو. به نظر من اول این تئوری دیدم و به نظرم تئوری درستیه، یه ذره همچین نقص داره چون توضیح نمیده ولی خوبه، شاید تو همون ردیت توضیح داده بود. خب خیلی ممنون که این ویدیو دیدید. اگه شما هم تئوری یا لینکی داری که به تئوری بهتری ختم میشه بهم بگین که ازش ویدیو درست کنم. و مرسی از اینکه این ویدیو رو دیدید. خدا نگهدار و سلام. Oh my God! Oh my God!